همیشه ما نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب آشپز مرد نداشتیم هیچ وقت. همکاران به شوخی بهم گفتن خانم گلیز خدافظ، اینقدر براشون خنده دار بود که مرد آشپزی کنه. مادرم اونو به عنوان یه معجزه همیشه یاد میکنه. مثلا خب عباس قلی هم میتونه اینو بگیره. فکر نکنی اساسی 60 برنامه میخره که به 300 برنامه رسید. راستش بخوای تو دل این گفتگو برا من یه اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ما یک رویکرد توسعه کسب و کار هم داریم و شما یک داستان توسعه کسب و کار کامل و الان داشتی شرح میدادی. نورا رو جمع کنید همه بفرمایم بیرون، پیداش کردیم، من اینو میخوام. خیلی خوب بود. سلام، من امیرحسین فرزانه هستم و خیلی خوشحالیم که شما قراره که با حال خوب همراه ما باشید. مثل همیشه یه اپیزود جدید و یه دوست عزیز من که مهمونم هست و یه اپیزود رو قراره با هم ضبط بکنیم. مهمون امروزمون خیلی آدم شاخصیه، چون واقعا هست، چون گردن همه ما حق داره بابت اینکه زندگی ما رو شکلش رو عوض کرده، یعنی چند نسل زندگیشون فرمش عوض شده. بابا خیلی دیگه دلات داری. موضوع دیگه این که از نظر من این آدم باورها رو تغییر داده و اینکه تو بتونی باورهای جامعه رو تغییر بدی خیلی اتفاق بزرگیه و جدا از همه اینا از نظر من یه آرتیسته. آرتیست بابت اینکه تو میتونی جوری زندگی بکنی که همه دوستت داشته باشن، یعنی اصلا امکان نداره، یعنی یه نفر باشه که همه دوستش داشته باشن. و این دوست آرتیست درجه یکه ما سامان گلریزه که من چقدر کیف میکنم قراره با هم یه گپ بزنیم. مرسی، خیلی ممنون، تو که خیلی لطف داری. من اگه اینجا میخندم و سر حالم، اینم بگم که نتیجه زحمات امیرحسین برای اینکه منو باز ورزش آشتی داد. منو بود ورزش و خلاصه درای زیبایی رو برای من برای ورزش باز کرد. من واقعا از تو، من واقعا همیشه داد میکنم، هر دفعه که میپرم تو استخ میگم خب خیلی ممنون که تو باعث شدی من اینقدر سرحال بشم. من قربونت. حالا اینکه من اولی تأثیری که سامان تو روی یک کشور داشتی، من یادمه اصلا، میدونی بچه هایی که همسن و سال منن، کسی که سنشون بیشتره، میدونن که بحث تغییر رویه توی یه برخورد با غذا از یه جایی تغییر پیدا کرد، یه نقطه عطف بود که اون نقطه عطف و سامان گلریز، اصلا اینکه تو حالت با غذا چطوری باشه، بتونی غذاها رو به شکلهای مختلفی سرو بکنی. و اصلا یه چیزی بگم، من بهت مدیونم. من در تمام دوران تینیجریم یه دسری ازت یاد گرفته بودم که اصلا این باعث شده بود که هر کی اومد خونه من گفت وای این چقدر خوشمزه است. این که فقط من یه دونه چیز ازت یاد گرفتم و برای من اتفاقای خوب افتاده. ببین که چقدر همه خاطرات مشابه دارن و مرسی که این همه سال با پایداری حال همه رو خوب نگه داشتی. ممنون، دم شما گرم. این لطف شماها مردم بوده که واقعا من تونستم این تو این راه بمونم. و اینکه سعی کردم که با عشق کنار مردم باشم دیگه و همین. خیلی موفق بودی. بکنم رازش. خیلی موفق بودی. مردم رو دوست دارم واقعا. ببین حالا چون وقتی که توی همچین موقعیت خاصی قرار میگیریم، یه آدمیه با این همه داستان و با این همه تاثیرگذاری. من میتونم به تاثیرگذاری اینجا هم اشاره بکنم. میدونی از وقتی که ماها کوچیک بودیم سامان داشته تاثیرگذاری میکنه تا الان. ببین داره گفتی اولین کومیک بله، استریپ، اولین کومیک استریپ، دومین کومیک استریپ آشپزی دنیا، اولی در ایران. خب خیلی جالبه. اولیش مال کره است، دومیش مال ایران، فقط موضوعش آشپزیه. فوق‌العاده است. حالا میخوام بگم که اصلا چی شد این سامان گلریز اومد تو این مسیر؟ بچه کجاست؟ اصلا این داستانه از کجا شروع شد؟ این خودش یک محور گفتگومونه که مطمئنم ما رو خیلی جای قشنگی میبره. ولی این همه ماجرا نیست. ارتباط برقرار کردن با مردم، حضور طولانی مدت. ما قبل از اینکه شروع کنیم گفتگومونو، یه موضوعی تو ذهنم اومد مرتبط با توسعه فردی. من
از سامان خواهش کردم سامان ما که بخوایم صحبت بکنیم روی سلف کنترل، اینکه آدم‌ها بخوان وسوسه خودشون رو روش کنترل داشته باشن، موضوع مهمیه. چون تو که همش داری خوراکی‌های خوشمزه درست می‌کنی، چطوری خودت می‌تونی مقاومت داشته باشی، مثلا رژیم غذایی تو رعایت بکنی؟ دیدم این خیلی به سامان میاد، ولی وقتی رسیدی به هم دیدم بابا اصلا ماجرا خیلی جذاب‌تر از این حرفا شد. اصلا بگو این سامان گلیز چی شد که سامان گلیز اومدش و توی این مسیر قرار گرفت؟ والا خب خیلی روند زندگیم، خب روند زندگی پیچیده‌ای بود. خب ما جنگ، من از خوزستان اومدم، خب جنگ زده بودم، دو سه سال بعد از جنگ اومدیم به تهران، بعد اوج جنگ بود و خب خیلی زندگی سخت و پیچیده ای داشتیم اون موقع. اصلا نمیدونستیم که چی کار میخواییم بکنیم و اصلا کجا قرار زندگی کنیم، کجا قرار باشیم، فقط از جا به جا شدیم. و این روند تغییر تو زندگیم که خیلی تغییر مهمی بود، خیلی کمک کرد که بتونم بیشتر با آدم ها ارتباط، نوع دیگه ای از ارتباط رو یاد بگیرم که خیلی تاثیر داشت رو زندگی من. خب میدونیم این که یکی بیاد، حالا مهاجرت یه بحثیه، تمام مشکلاتش هست. علاقه به آشپزی چطوری شروع شده؟ راه پیدا کردن به صدا و سیما چطوری بوده؟ و تغییر یه مسیر، میدونی تغییر مسیر اصلا چیز آسونی نیست، اینکه بخوای یه اتفاقی رو رقم بزنی که تا قبلش انجام نمی‌شده و تو الگو بشی و بقیه سالیان سال شروع کنن از اون شیوه تبعیت کردن، کاری که عادل فردوسی پور توی گزارشگری انجام داده. اینا اومدن کیفیت این کار رو بردن بالا، باورا رو عوض کردن. بله. و بیا که در مورد اینا صحبت بکنیم چون جالبه واقعا. اتفاقا جالبه، ما عادل برنامه من اینا همه مال یه دوره‌ایه که یه تغییر اساسی در تلویزیون و در واقع نگرش تلویزیون شروع شده بود و این تغییر نگرش چه حالا توی کمدی ساختن که آقای مدیری با برنامه 77 شروع کرده بود و که آوردن آدمای جالب و بامزه، کمدیانای فصل جدیدی از آوردن آدمای کمدی که کاملا فرق می‌کردن، چه تو روند کمدی، تو زمینه ورزش. خب یه گوینده جوون باهوش با استعدادی مثل عادل فردوسی پور رو آوردن و دو سه سالم بود که تلاش میکردن که یه مرد برای اولین بار در تلویزیون ملی ایران آشپزی درس بده. میدونی که همیشه ما نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب آشپز مرد نداشتیم هیچ وقت و این رسالت خیلی پیچیده و سختی بود که به عنوان یه مرد اولین بار بری رو آنتن تلویزیونی که قرار همه ببیننش. ببینید ما همیشه دوروبر خودمونو میبینیم، ولی ما باید همیشه از نظر فرهنگی وقتی که پشت یک رسانه قرار میگیریم باید ببینیم که اون آدمایی که تو سیستان و بلوچستانن، اون آدمایی که در مرز ایران و عراقن، از سمت کردستان، آدمایی که از جنوب ایران در جزایر خیلی دور ایران زندگی میکنن یا در نقاط شمالی کشور ایران زندگی میکنن، ما باید همه شرایط رو میسنجیدیم. یعنی اینطوری نبود که من بخوام صبح با یه غذای مکزیکی شروع بکنم. من یکی از اتفاقایی که برام افتاد این بود که من اومدم هم آشپزی مدرن رو شروع کردم با آموزش، هم اومدم تاریخ آشپزی ایران رو درس دادم دوباره، چون به یه نقطه‌ای رسیدم تو زندگیم که تو وقتی تخت جمشید رو ندیده باشی هیچ وقت نمیتونی از دیوار چین لذت ببری. میدونی تو وقتی تاریخ سرزمین خودتو ندونی، وقتی تاریخ آشپزی سرزمین خودتو ندونی، وقتی مطالعه دقیقی روی روستا به روستا، شهر به شهر و مواد غذایی سرزمین خودت نداشته باشی، چطور میتونی از یه مثلا غذای فرانسوی با عشق صحبت کنی؟ میدونی من
از هر دوی اینا همزمان از هر دوی اینا شروع کردم استفاده کردن. اینطور نبود که فقط روی مدرنیته کار کنم. من هم دوست داشتم مردم با غذای خیلی مدرن آشنا کنم، هم دوست داشتم فهمیده بودم که خب مردم خیلی هم دوست دارن که به گذشتهشون برگردن. و هر چقدر که بلوغ پیدا کردم توی کارم، بیشتر فهمیدم که هی باید چیزای گم شده در ایران رو پیدا کنم، دوباره به مردم نشون بدم و بدونن در چه سرزمین با شکوهی زندگی میکنن، در چه مملکت درخشانی زندگی میکنن، در چه تاریخ آشپزی گوهرباری زندگی میکنن که مصر، چین و ایران سه کشوری بودن که اصلا خط فکری آشپزی رو در جهان معرفی کردم. من خیلی بامزه است، یه کشف جدیدی کردم که خیلی کشف جالبی بود. میدونی که ما بخشی از تاریخ آشپزیمون از بین رفته و اونو مدیون زنهای ایرانی هستیم اگر که الان حفظ شده. چرا؟ چون ما کتابخونه هامون از بین رفته، سنگ نوشته هامون رو تخریب کردن، خیلی چیز هامون رو از بین بردن با حمله به ایران در زمانهای مختلف. و یکی از چیزهایی که خیلی زود از بین رفته تاریخ آشپزی ایران بوده که به صورت مکتوب بوده و الان تعداد در موزه های دنیا هم نوشته هاش رو چرم، هم رو سنگ نوشته و هم در کتب قدیمی وجود داره، ولی خیلی انگشت شماره، بیشترش از بین رفته. چیزی که خیلی برام در این کشف جالب بود این بود که ما آشپزیمون رو مثل پرنده ها، چجوری پرنده دونه رو تو دهن بچهش میذاره، مادرها در ایران در این سرزمین اون دانش آشپزیشون رو در دهان، در ذهن بچه های خودشون قرار دادن. برای همین در یه دوره اهمیت این که باید یه دختر، یک زن آشپزی بلد باشه مهم بود، برای اینکه بخشی از تاریخ این مملکت قرار بود به دوش بکشه، نه اینکه قرار توی خونه کلفتی کنه، نه اینکه قرار توی خونه فقط یه آشپز باشه، بلکه رسالت مهم و با شکوه تری داشته. حمل عشق و تاریخ و آشپزی ایران رو ما همیشه مدیون بانوان ایرانی هستیم و یکی از در واقع کشفای من این بوده. و دومی کشف من این بوده که همه از فقر در آشپزی ایران، ما که آشپزی نداریم مثلا، این غلط‌ترین جمله تاریخی هر آدمی میتونه باشه. آشپزی ایران انقدر با شکوه و بزرگ بوده که شما پاتون رو در هر موزه‌ای در جهان، از مهمترین موزه های دنیا پاتون رو بذارید و برید بخش ایران، ظروفی میبینید برای خوردن غذا و نوشیدن که در هیچ جای دنیا نمیبینید. این نشونه این بوده که اگر یک کشوری غنای آشپزی ضعیف بوده باشه، نیاز به این همه ظرف و ظروف نداشته که. پس تو باید یک معدنی از اطلاعات باشی که بتونی غذاها رو در ظروف مختلف نمایش بدی. و این باعث افتخار منه که سالها رو تاریخ آشپزی ایران مطالعه کردم، تحقیق کردم، روستا به روستا، ده به ده با مردم حرف زدم، آشپزی هاشون یاد گرفتم، غذا هاشون رو خوردم. و همونطور که اعتقاد داشتم که یوزپلنگ ایرانی در حال انقراضه و خیلی خطر جدیه از بین رفتنش، فهمیدم که ما یه سری مواد غذایی داریم در ایران، مثل عدس کوتوله گرد که منتقل به مناطق کویری ایران میشه، یا گندم خراسانمون که از ایران رفته که بهترین گندم کره زمینی که حالا دوباره برگشته بعد از سالها، و خیلی گونه های غذایی دیگه و خیلی آشپزی های منحصر به فرد ایرانی دیدم در حال انقراض بعضی رفتن. و این زنگ خطر رو همزمان وقتی که با پروژه های زیست محیطی آشنا شدم و خیلی جدی فعال محیط زیست شدم و کار کردم که غذا هم در حال انقراضه، این آشه داره نابود میشه تو این روستا، فقط یه نفر دیگه بلده، پس چیکار کردم؟ این اطلاعات رو بردم در تلویزیون
و شروع کردم در همونطور که مثلا یه غذای مکزیکی درس میدادم، یه غذای آرژانتینی درس میدادم، در مورد تاریخ آشپزی آرژانتینیش صحبت میگم، میگفتم اینو فوتبالیستا میخورن، این مالی یه روستایی بوده که مثلا مارادونا عاشق این لوبیا بوده فلان اینا، در مورد این موضوع صحبت میکردم. خب فرداش هم یهو یه آش درس میدادم که مال 2500 سال پیش بود، مال یزد. میدونی این بخش خیلی کمک کرد که به بقای من در تلویزیون و اینکه مردم بدونن که من هم سرزمینم و خیلی دوست دارم هم خودشون. من یه لذتی رو دارم تجربه میکنم، لذت همکلامی با یه آدمی که تو کار خودش خیلی مسلطه و واقعا لذت بخش این ماجرا. چند تا موضوع الان ذهنم رو درگیر کردش. اولش داشتم به این فکر میکردم که خب اصلا سامان گوریز از کجا فهمید که باید تو مسیر آشپزی قرار بگیره؟ چون این خیلی برام جالبه. اینو مامانم فهمید. یه روز من مادرم مجله میخرید، بوردا خیلی مجله آلمانی معروفی بود که همش در مورد لباس بود و 3-4 صفحه آخرش در مورد آشپزی بود. خب من خیلی کوچیک بودم این که تعریف میکنم، ولی مامانم میگفت که من وقتی به صفحه آخر مجله میرسیدم دیدم این رنگ این قسمت ها پاک داره میشه. یه روز دیده بود که من مجله ها رو میذارم زمین با زبونم لیس میذارم قسمت های غذاش رو. یکی شده. یه بارم خیلی باز کوچیک بودم، چهارپایی گذاشته بودم زیر پام تو آشپزخونه، داشتم تو چای شیرین نون و کالباس و چیزای عجیب غریب تلیت میکردم که بخورم. میکنم جرقات از اونجا شروع شد. خوب که یه مادر میتونه یه همچین چیزی رو نسبت به نشونه ها تشخیص بده، ولی یه چیزی این دوباره اینجا فکرم. ولی مشوق من مادرم نبوده، مشوق من همکارای پدرم بودن. چقدر باز اینم جالب شد، چون تو اون زمان آقایون کمتر میرفتن سمت این که مثلا بخوان کسی رو تشویق کنه. الان بهترین شفا میبینی آقا هستن، ولی اون موقع کمتر حداقل تو ذهن من که اینجوری باشه. پدر من فولاد مبارکه کار میکرد با ایتالیایی ها و دارم در مورد زمانی صحبت میکنم که هیچ چیزی به عنوان وسیله تفریحی وجود نداشت، اینترنت و نمیدونم ماهواره و این چیزا نبود، و این نیروهای کاری که از ایتالیا می اومدن و خیلی هم فعال بودن و خیلی هم زحمت میکشیدن در ایران، اینا خیلی حوصله‌شون سر میاد، برنامه‌ای نداشتن، جایی نداشتن برن. پدرم اینا رو میبرد به طبیعت گردی. من اون موقع عکاسی میخوندم، من دانشجو عکاسی بودم و همیشه یه دوربین هم زنیت TTL داشتم، هم بعدن که یه کمی دیدن که نه من خیلی عکاسی دوست دارم، یکی از دوستام به من یه دونه کنون FTV کادو داد. اون موقع FTV مثل بنز بود. اصلا سند دیجیتال وجود نداشت. من هم یه عکاسی میکردم از در و دیوار، رو مثلا یه یارو تکیه داده بود و نمیدونم میرفتم سمت خیابون صنایع اون برا خیلی عکاسی میکردم و اینا. هر دفعه که عکسامو به این ایتالیایی ها نشون میدم نه نه میکردم، چون ذاتا ایتالیایی ها با هم هنرمندن، یعنی انگار تو خونشون هنر وجود داره و برای من بهشون اعتماد کرده بودم، هی کارامو بهشون نشون میدم و نگاه میکردم مثلا خب عباس قلی هم میتونه اینو بگیره. فکر نکنی عکاسی، فکر نکنی تو هنچی خیلی داری سر خورشید و نمیدونم فلان و غروب های رکس. خب اینو مثلا همین آقای چیباتی هم میتونه انجام بده، تو که دیگه دانشجو عکاسی هستی مثل خلال دندون دارو میخوره. خلاصه ولی من یه کاری میکردم همزمان که اینا میرفتن طبیعت گردی و پیاده روی و کونوردی و اینا، من پایین آشپزی میکردم. مثلا خب اصلا نمیدونم چه جوری این اتفاقات میفته، واقعا نمیدونم چه جوری من زمینو میکندم، آتیش درست میکردم، بعد ماهیا رو تو سبزیجات تو شکمشون سبزی و فلان و اینا میکردم، بعد دور تا دورشون
پیاز میپیچیدم و اینا که به فویل نچسبن. حتی اون موقع به این موضوع فکر میکردم که اگه تو اینو بذاری تو آتیش ماهی بهش میچسبه و دور تا دورش میپوشوندم میکردم تو خاک، بعد آتیش و خاکستر رو میخنمش، بعد مثل یه فر عمل میکرد، بعد اینا میامدن اینو میخوردن تعجب میکردن، بعد مرینه ایدایی که میکردم رو گوشت و مرغ و اینا که اینا غذا بخواه. این خیلی برای اینا جالب بود. اینا به پدرم میگفتن که ای کاش این آشپزی بخونه، ما حاضریم روش سرمایه گذاری کنیم که این بچه بره آشپزی بخونه، برای اینکه این اصلا عاشق آشپزیه. در واقع اونا این کشف اولیه رو کردن که من برم این کار بکنم. بعد دوست پدرم کمکم کرد که تو سران کشورهای اسلامی برای اولین بار بزرگترین، در واقع میشه گفت بزرگترین اتفاق تاریخی بعد از انقلاب بود دیگه، تا الان هم همچین اتفاقی دیگه نیفتاده که تمام رهبران کشورهای اسلامی یک جا تو یه روز جمع بشن، براش سالن ساخته بشه، براش آشپزی تعریف بشه، براش تشریفات، ما اصلا تشریفات نداشتیم، تشریفات تعریف بشه و کلی استاد از خارج از ایران بیارن درس بدن به دانشجو، به آشپزا. و من خب شانسی که آوردم این بود که در اون دوره شروع کردم به درس خوندن آشپزی، یعنی منو معرفی کردن به دانشگاه آشپزی، رفتم شروع کردم به آشپزی خوندن. و مادرم هیچ وقت این جمله هم یادش نمیاد، میگه ما تو طول این که تو این همه سال درس خوندی یه بار ندیدیم تو یه کتاب 10 دقیقه دستت باشه، ولی از صبح تا شب داری آشپزی میخونی. یعنی من انگار که تو معشوق تو پیدا میکنی، انگار که عاشق تو پیدا میکنی، انگار که انگار میفهمی که من بالاخره پیداش کردم عشق، اون چیزی که باید، مثل انگار که تو به یه چیزی تو زندگیت میرسی که دیگه دست نیافتنیه هیچ چیز دیگری. آشپزی اینطوری در من یهو شکل گرفت. و جالبه بدونی که من خیلی عاشق حاشیه های آشپزی شده بودم و اصلا ما امکانات مطالعه نشیم، نه اینترنت داشتیم، نه کتابخونه داشتیم، نه کتاب های آشپزی وارد می شد. باورت نمی شه مثل من در به در خونه های مردم مهمونی می رفتم یا فامیلامون یا دوست فامیلامون بودم، شما کتاب آشپزی ندارین به زبان انگلیسی، هنوز ممکنه تو خونتون کتاب آشپزی داشته باشی؟ و کتابای خیلی قدیمی آشپزی رو از خونه اونا میگفتم، میخوندم و یاد میگرفتم، میرفتم به بچه کلاس درس میدادم. و این نکته جالب رو بهت بگم که چجوری وارد تلویزیون شدم. مادرم اونو به عنوان یه معجزه همیشه یاد میکنه، میگه همونطوری که معجزه، من فکر نمیکردم معجزه وجود داشته باشه، ولی در زندگی تو معجزه رو لمس کردم. من یه آدم فوق العاده معمولی و فوق العاده معمولی تر از حد معمول بودم، آدم هدفمندی نبودم خیلی و همش دنبال این بودم خب حالا عشقمو پیدا کنم، آشپزی فلان نمیدونم دوستش دارم، برای دوستام آشپزی میکنم و اینا. یه روز دوستم که انگلستان آشپزی میخوند به من گفت که شما رو زمینه سوسازی مطالعه‌ای داشتین؟ گفتم نه مثلا نمیدونم چیه. گفت ما یه کتاب فوق‌العاده عالی به نام سوسیر داریم، این کتاب رو برات میفرستم ولی دوباره باید کتاب به من برگردونی، کتاب دانشگاه. کتاب برای من فرستاد توسط عمش که میامد ایران، من کتاب رو گرفتم شروع کردم به خوندن، عجب معجزه ایه، این میگه بعد با ماهی بخورین بعد با گوشت بخورین. خیلی عاشق این کتاب بودم. شب اومدم خونه از کلاس، دیدم کتاب با من نیست. هیچ وقت یادم نمیره انقدر امیرحسین ناراحت شد. بعد دیگه راه برگشت نبود، چون من شب یعنی آسیستن استادم بودم، جز آخرین نفرا بودم که از کلاس برمیشم. اینقدر عاشق بودم تا دقیقه 90 تا میگفتم من ظرفا رو میشورم از کلاس میام بیرون، حتی کمک میکردم که باز چیز یاد بگیرم توی هم، واقعا قابلمه ها رو بشور کمک کن تو چیدن و فلان اینا که بیشتر چیز یاد بگیرم. اینطوری بود موقعی که کتابا جا گذاشتم دیگه ساعت رو نکردم، بسته است، عمرن نمیتونم برم تو. اینقدر ناراحت بودم تا صبح نخوابیدم.
من حتی یادمه که 4:30 صبح تو اتاقم راه میرفتم لباس پوشیده که ببینم که هفته صبح میشه خودمو برسونم به دانشگاه. من 6:30 صبح رسیدم، یه رو به هفت رسیدم به در اوین و اومدم از در هتل اوین برم تو. نگهبان در گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه تو هم جزو کسایی بودی که سفارششون شده بود؟ تو هم تو لیست بود اسمه؟ خدا این چی داره میگه؟ کدوم لیست؟ من اصلا کدوم لیست بود؟ من همش تمرکزم رو برداشتن جزوه هم بود و اینا. خلاصه اجازه گرفتم رفتم تو. یه راهروی خیلی بلند بود که در دیوار چاقوهای مختلف آشپزی بود، روپوشای آشپزی بود، خیلی زیبا بود. اون موقع شاید بگم یکی از الان خیلی مراکز آموزشی زیادی باز شده، ولی من فکر کنم اون موقع اونجا برای خودش یه جای آوانگارد فوق‌العاده‌ای بود که هنوز نظیرش پیش نیامده و امیدوارم دوباره پیش بیاد برای بچه‌ها. من اومدم برم توی کلاس، دیدم که دو سقف کلاسمون یه عالمه نور افکن و چند تا نور همینطوری نور افکن‌های مختلف و یه در زدم نورا رو می‌دیدم، نمی‌دیدم فیلم برداری. درست که می‌دیدم 30-40 نفر نشستن، 3-4 نفر هم اینطوری نشستن با یه چند تا خانوم کاغذ قلم دستشونه، دونه آدم ها میان حرف می‌زنن. من دستامو درست کردم، به استادم گفتم که من جزوه‌مو جا گذاشتم و اینا. گفت بیا برو برد تو سری. حتی من فکر میکنم باورت نمیشه، میخوام سرنوشت دنیا رو بهتون بگم که چقدر حتی جایی که میشینی، حتی جایی که تو زندگیت میشینی یه تأثیری در زندگی تو داره. من اگه اون جلو نشسته بودم، اگه من ردیفای اول بودم، شاید هیچ وقت دیده نمیشدم. ولی الان برای یه اتفاق برای تعریف کنم که مو به تنت راست میشه. من رفتم تای کلاس که تای کلاس میشستم، این کمدم واسه که میدم جزوه اونجاست، این جزوه رو بغل کردم اومدم از استادم خوشحالی، فقط هدفم بود که جزوه رو نجات بدم. اومدم در رو ببندم و اینا، یه آقای اینطوری من عینکی با مزه دوست داشتنی خیلی قد بلندی یه نگاه اینجوری به من کرد، دستشو دو دقیقه که داشتم در رو میبستم به من اینجوری کرد. به استادم گفت این کیه؟ گفت این آسیستن منه ولی اسمش تو این لیست نیست. گفت بیا اینجا ببینم. گفتم بله. گفت خودتو معرفی کن. گفتم من سامان گلیزم. گفت میتونی یه دقیقه در مورد آشپزی حرف بزنی پشت دور؟ گفتم بله. رفتم گفتم حتی در کلید به کلید، واو به واو، جملاتی که گفتم و یادمه. گفتم بله، من امروز میخوام در مورد یه غذایی صحبت کنم که مردم بهش میگن کیویسکی ولی اسمش کیفسکیه، از شهر کیف اومده، یه سینه مرغی که پهنش میکنی، وسطش کره و سیر و جعفری میذاری، لولش میکنی، تو تخم مرغ میزنی، تو آرد سوخاری میزنی، اینجوری میکنی، روغنش میگیری، بعد هر برش که میزنی این کره از توش میاد بیرون. همینطوری که این جمله رو گفتم، گفت نورا رو جمع کنید همه بفرمان بیرون، پیداش کردیم، من اینو میخوام. خیلی خوب بود. و من 30 سال پشت دوربین بودم، رکورد آموزش در تلویزیون رو دارم، 30 سال دو تا رکورد. خیلی مزه داد، یعنی هر چقدر بگم همون مطمئنم راست شد واقعا. و خیلی قشنگ، خیلی حس قشنگی بود. خب این بی تأثیر از آموزش ها و دوستای آدم نیست. من دوست خیلی مهمه تو شکل‌گیری تفکرات انسان، توی حتی شانس‌های انسان. من خب دوستام همه آرشیتکت بودن، خیلی رو معماری تاثیرگذار بودن، هنوزم هستن، آدمای مشهورین، توی تئاتر، تو سینما، تو نقاشی، یه عالمه دوستایی داشتم که چون باهاشون خیلی معاشرت میکردم و هی گالری نقاشی میرفتم، هی کاراشون رو نگاه میکردم، با رنگ آشنا شدم، دوستای عکاسی یاد داشتم، با کادر بندی آشنا شدم، با پشت دوربین ایستادن آشنا شدم. هیچ وقت یادم نمیره، خب من آقای بد نیست در مورد صحبت کرد، آقای محمد کاشانی تهیه کننده برنامه 70 هفت که یکی از خلاق ترین آدم های تلویزیون ایرانه که روحشون شاد فوت کردن، خیلی برنامه های جالبی در تلویزیون ایران ساختن، خیلی آدم جالبی بود.
اون خیلی به من کمک کرد که من چجوری میتونم خودم باشم پشت دوربین. و مهران مدیری چقدر، ما استودیو 77 طبقه پایین بود، من یه دونه انباری، موقع ارزشی برای آشپزی خیلی قائل نبودن هنوز به این شکل، یه انباری رو کرده بودن استودیو آشپزی. این انباری بعد از 5 سال شد یه خونه ویلایی. ببینید چه تأثیری یک برنامه تلویزیونی میتونست داشته باشه برای تهیه کننده که از یه انباری برسی به یه خونه ویلایی، یعنی یک استودیو کاملا مجهز. اراده میکردم، میگفتم آقا من یخچال فلان میخوام، اینو میخوام، چاقوی فلان میخوام، آماده بود، میدونی. و مهران اینو میخواستم بگم، آقای مدیری هیچ وقت نمیره به من میگه وقتی پشت دوربین هستی به چجوری به دوربین نگاه کن. خب من خیلی اون موقع اصلا پشت دوربین قرار گرفتن خیلی کار سختیه و خیلی سریع این بچه ها، رامین ناصرنژاد، مهران مدیری، نمیدونم سروش سجدنام، دوستای اولین دوستای من در همه شون، سیامک انصاری، اینا همه دوستای خیلی قدیمی من در تلویزیون، خیلی دوستای قدیمی هستیم، خیلی لاغت 35 ساله ما هم دیگر رو میشناسیم، 30 خورده سال هم دیگر میشناسیم. سامان الان روبرو من نشستی، دستات داری اینطوری میکنی، میکنی این دستات من بهونه میگرم، اصلا این ماجرا تمش رو ذهن من داره شکلی میگه، چیکار کردی با ذهن ما مرد اصلا. و جدیدن هم این موضوع دوباره ترند شده و همه یاداوری میشه بهشون، این از کجا اومد؟ اون فکر بامزه ای بود که ما برای اولین بار یه تیتراژ انیمیشنی بسازیم برای برنامه آموزشی. اون هم خیلی اتفاق جالب بود که ما یک دقیقه انیمیشن ساختیم برای تیتراژ برنامه آشپزی که من با موتور وسپا میرفتم خرید میکردم و اینا، و خیلی بامزه بود، خیلی جالب بود و خود اون انیمیشنه و موزیکش خیلی با هم سینک شد و خیلی تاثیر داشت. خب آقا من یه چیزی ذهنم رو درگیر کرده، ماجرایی که هم ماجرای عاشقان است و میخوام وارد یه چیزی بشم برای خود من و جای سوال داره و احتمالا بقیه هم این موضوع عاشقانه رو دوست دارن کشف بکنه در مورد یک رابطه پنهانه. این رابطه عاشقانه خوش عاشق این دوست قدیمی منه. خب این خیلی داستان جالبی داره. خب برو بریم. تهیه کننده به من زنگ زد که میخوان تو رو یه شرکت خارجی ببینه، یه شرکتی که واسطش شرکت تبلیغاتیه در خیابون پایین سینما آزادی، چهارراه پایینی سینما آزادی. الان یکی از شرکت های اسم نمیبرم، یکی از معروف‌ترین شرکت های 1 تا 3 تبلیغات ایرانه، بگم اسمش رو همه میدونن. خیلی شرکت قدری بود. اون ما رو دعوت کرد که ما میخواییم در مورد موضوع مهمی با شما صحبت کنیم. وارد جلسه که شدیم، 2 تا سوئیسی، یه آلمانی، یه فرانسوی و یه پاکستانی در این جلسه حضور داشتن، یادم دقیقاً، که اینا مدیران خاورمیانه شرکت دنون بودن. خب و اینا برای اولین بار میخواستن که این دسر رو وارد ایران بکنن، نه اینکه در ایران تولیدش بکنن. و نشستیم سر میز و گفتن آقا این کیه؟ گفتن که این آقا در تلویزیون آشپزی درس میده، نمیدونم الان 10 ساله که داره آشپزی درس میده و اینا، برنامهش قطع نشده، فلان، اینجوریه. اینا جامعه تبلیغاتی اون کمپانی تمام فوکوسش رو گذاشته رو من. گفتن که ما از تو یه چیزی میخوایم، ما میخوایم تو قرمه سبزی درست بکنی ولی بعدش این دسر دهنتو که حالا اگه من این جملاتو به کار ببرم و خودشون بشنون میفهمن که دقیق دارم جلسه رو توضیح میدم بهشون، اگر وجود داشته باشن یا حتما هستن بعد در ایران نیستن. اون موقع شرکت دست فقط خارجی ها اداره میشد. به من گفتن که آقا اینو میگیری به سمت دوربین 6 تایی و 4 تایی داره،
خب ما چارتاییشو وارد کردیم، شما اینو میگیری به سمت دوری فقط میشکونی، چون این تکنولوژی شکوندن خطوط اینا و تک تک کردنش یه تکنولوژی خیلی پیشرفته ایه. همین که این صدا بیاد و بگی یه دسر میتونی برای غذا بخوایم براتون کافیه. گفتم من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. شما یه مقداری از این دسرا به من بدی، یه هفته به من وقت بدی، من رو اینا کار کنم. خب اونا گفتن که خب چی کار میخوای بکنی؟ ما نمیخوایم ماهیت اینو تو تغییر بدی و اینا. گفتم من ماهیت اینو تغییر نمیدم، ولی من ازش استفاده درست میکنم. چی کار کردم؟ برای هفته بعد که دوباره با اون آدم ها میتینگ داشتیم، یه چیز کیک درست کردم، یه اکلر درست کردم، توش اینا رو ریختم، دنه تو ریختم، نمیدونم چند تا چیز متفاوت درست کردم و براش حتی سالاد میوه درست کردم با کرم دنه، چند طعمش رو بهم داده بودم. موقع اینا رو براشون رو میز گذاشتم و اینا خوردن، اینا باورشون نمیشد که من از دنه بتونم چیزکیک درست کنم، نمیدونم پلمبیر درست کنم، بتونم نمیدونم کستر درست کنم، بتونم باشون پودینگ درست کنم، بتونم بهشون شکل بدم و اشکال مختلفی براشون بسازم با اضافه کردن ژلاتین و اینا. و اینا خیلی براشون جالب شد. گفتن آقا ما 60 تا برنامه، خیلی اون موقع هزینش بود، ما 60 تا برنامه میخریم، برنامه شما رو 60 برنامه میخریم، که به 300 برنامه رسید. و من رکورد فروش در کمپانی دنون رو در خاورمیانه شکوندم. آماراش هست، خودشون هنوز با افتخار بیان میکنن، 68% فروش این کمپانی رو بالا بردن. و خب اون موقع نیما بانکم که فوق‌العاده بود، کلیپاشو ساخت، نمیدونم براشون عکسای بی‌نظیری گرفت برای مجلات مختلف، ایده های بامزه‌ای توی بیلبوردها براشون ساخت که من خب تو بیلبورداشون هم بودم، تو همه جا باشون بودم دیگه. و مردم فکر میکنن اگه دنت مال من هیچیش مال من نیست، من فقط سعی کردم که یه ابتکاری نسبت به بقیه داشته باشم که ازش چیز بسازم، نه اینکه فقط قاشق بزنم توش بخورم. ولی من که مدیونتم، چون یه چیزی از یه دسر یاد گرفته بودم، هر کی میومد خونم دنه تا توش بیسکویت تا توت فرنگی میریختم، همه میگفتن به به، یه چیزی دسری بود از خودت یاد گرفته بودم. ببین من راستشو بخوای اینو اینجا لازم اعتراف کنم، برای بقای اون برنامه، برای بقایش، برای مردم، برای اینکه این برنامه بقا پیدا بکنه، عمر داشته باشه و از تلویزیون بیرون نره، باید پول در می آورد. بله. میدونی اگر یک ارگانی، اگر یک واحدی، اگر یک سیستمی نتونه ارزآور باشه، سودآور باشه، حذف میشه از جامعه. و من اینو همیشه این مثال رو به انجمنهای محیط زیستی میزنم، به چه یوز پلنگ ها، چه نمیدونم لاک پشت ها، چه دلفین ها، چه نمیدونم پرندگان شکاری، تمام انجمنهایی که سالها با اینا برای ارتقایشون، برای آوردن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته حتی زیست محیطی خیلی فعالیت کردم. حالا خود میدونی چه کارهای انجام دادم در زمینه یوز پلنگ ایرانی، چه کارهای انجام دادی، یا پلنگ در ایران چه کارهای انجام دادی. معتقد بودم که آقا اگه من این برنامه تلویزیونی پول در نیاره، سودآور نشه، میشه خب میندازش کنار. خب باید تو خلاق باشی، باید سعی کنی مطالعه کنی، این از این دنت حالا یه چیز دیگه بسازی. و همش برنامه دنت نبود، ما در کنارش خب میرفتیم مثلا یه آش قشقایی درست بودیم که 1700 سال عمرش بود، نمیدونم، یا من میرفتم بلوچستان غذاهای بلوچی میخوردم، جایی که آدمای دیگه حتی اصلا اسمشو نشنیده بودن. و بعد میامدم مردم رو با آچار، با ادویه آچار، با غذاهای بومی مناطق گم شده ایران آشنا میکردم. اگر نه که خب وقتی برنامه سودا برنامه شد میدازن بیرون، میگن خداحافظ شما. بس من مجبور بودم بشینم ساعت‌ها روی این کار بکنم که چطور میتونم اینو توی خمیر اکلر نگه دارم. اینجوری نیست که شما فقط اینو بریزی تو اون قاطی کنی، مردم فکر کنن داری ادا در میاری پول در، نه،
کمپانیای خارجی که 4 نفر آدم این برای دوربین، ببخشید 4 نفر آدم این برای دوربین دارن لحظه به لحظه کارهای تو رو بررسی میکنن که اگه یه اشتباه کنی محصولشون خراب نشه، چون دنان این کمپانی عظیمیه، مثلا چند ملیتیه، مثلا دستی یک نفر آدم نیست که رب گوجه فرنگی، یه کمپانیه که 6 تا کشور اروپایی سرمایه دارن توش و یکیش از محصولاتش دنانه، مهمترین محصولاتش غذای کودکه و خب اونا نمیذارن تو اشتباه بکنی محصولشون رو به یه راهی ببری که احساس خطر کنن، اونا از تو میگیرن. راستش بخوای تو دل این گفتگو برا من یه اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ما یک رویکرد توسعه کسب و کار هم داریم و شما یک داستان توسعه کسب و کار کامل رو الان داشتی شرح میدادی و آموزنده است. من مطمئنم کسی که با ما همراه میشن کلی چیز یاد میگیرن. حالا آدم وقتی با سامان گوریز میشینه همش خوراکی های خوشمزه و خاطرات قشنگ و خنده های از ته دل، ولی وسط حرفات یه چیزی برای من جای سوال بود. دوست دارم ببینم اصلا خودت تا حالا بهش فکر کردی از کجا شروع شده؟ اونم یه کلمه کلیدیه، نمیدونم بهش دقت کردی یا نه، اونم انقرازه. چون بارها به این اشاره کردی که چقدر تلاش کردی تحقیق کردی که مثلا خوراکی‌های قدیمی ایرانی رو، دستورهای غذایی رو از انقراض نجات بدی، چون در جریان هستن که چقدر برای یوز پلنگ داری کمک میکنی و به عنوان چیزی که همه میدونیم که دغدغه انقراض داره و تو حسن شهرت رو گذاشتی داری کمک کنی که این اتفاق نیفته یا به تأخیر بیفته به هر نحوی. سهم خودتو به این قشنگی داری بازی میکنی و ته تهش وقتی من دارم نگاه میکنم تلاش ها برای خلق نام سامان گلریز هم به همین سمیره که داره پا بر جا میمونه و میره واسه اینکه سالیان سال از انقراض یه اسم جلوگیری بشه، میدونی، به عنوان یک برند شخصی. و خیلی نکته جالبه که توی همه اینو یک نخی ریسمونی هست که اینا رو هم وصل میکنه. ببینه، آشپزی 100% محیط زیسته، یعنی اگر شما بهترین آشپز دنیا باشی زبالت رو تفکیک نکنی، درکی از این نداری که پوست موز تو با سطل ماست رو یه جا میندازی، اگر تو نمیدونم پاکت لوبیاتو با پوست گوجه فرنگی الان یه جا میندازی، اگر تو این ماهی قزلاله خال قرمز رودخونه‌های ایران رو که رو به انقراض میندازی تو ماهی تابه، اگر تو نمیدونم سهم غذای یه پلنگو که یه قوچ اوریال میتونه باشه، یه بز کوهی میتونه باشه رو میاری باهاش آشپزی میکنی، هیچ درکی نه از زندگی داری، نه از آشپزی داری، نه از نعمت داری، نه از غذا داری، نه از سرزمینت داری. خب من یادم میاد که بچه که بودیم، همیشه اهواز که بودیم، مادر بزرگم مثلا یه روز در هفته میگفت که بیاین خوره ما ماهی بخوریم و یادم نمیره اون موقع ماهی رو تو طبق می آوردن و ما یه ماهی میخوریم به نام زبیدی که بهش حلوای سفید میگن و وقتی که اینو می آوردن این تو سینی رو میریختن کف حیات، من یادم میاد که مثلا پر میشد از ماهی و اینو پاک میکردن و همون موقع درست میکردن و مثلا کل خانواده مثلا الان نبود همه پراکنده باشن دور هم جمع شدن ماهی میخوردن و اینا. یادم 20 خورده سال پیش به پدرم گفتم که این چرا تو تهران این ماهی رو نمیخورن اینا، گفت یکی این که نمیشناسنش، دو این که خیلی داره کم میشه جمعیتش. و اون موقع یه چیز ناراحت کننده به ذهنم رسید که یعنی چی کم میشه جمعیت، یعنی چیزی که خوشمزه است و به عنوان یه هدیه به ما دریا داده شده ما داریم انقدر استفادهش میکنیم که نابود بشه. خب این یه جرقه‌ای بود که من بترسم از این که حواسم باشه به این که تو باید چیزایی رو شروع کنی به درس دادن که آسیبی به زمین نرسونه، مثل ماهیای مهردار چیز دریای خزر.
خب مثلا هی به من گفتن چرا با اوزون برون کار نمی‌کنی، چرا با فلان این کار نمی‌کنی، چرا با این کار؟ گفتم بابا این حیونا نزدیک 5 6 هزار سال، چند میلیون سال اونجا دارن زندگی میکنن و ما داریم اینا رو از بین میبریم. و برمیگشت به اینکه تو یه شب هم جلوی تلویزیون نشسته بودم، یه برنامه مستند بود در مورد اینکه در یزد تو یه باقی یه مادری یوزی رو مردم حمله کرده بودن. موقع فرهنگ حفاظت از محیط زیست اینقدر نبود مردم اینقدر آگاه تر باشن و زده بودنشون آتیششون زده بودنم چه خیلی اتفاق تلخی بود. اینقدر تلخ بود که من فرداش شروع کردم به تحقیق و مطالعه در این زمینه که آیا ارگانی هست که من بتونم از شرایطم استفاده کنم و به مردم معرفی کنم آقای حیوانا در حال خطر انقراضن و فلانن و اینجوریان. دیگه تو برنامه هام 20 سال پیش بحث آموزش مسائل زیست محیطی رو وارد کردم. من اولین کسی هم که شهرداری منو دعوت کرد ازم تشکر، گفت تو چطور در مورد تفکیک زباله در تلویزیون اینقدر موفق بودی که ما این همه خب کار کردیم، بیلبورد درست کردیم، کاغذ انداختیم برخون، ولی تو باعث شدی که اصلا یه اتفاق جالبی توی بعضی از مناطق بیفته و مردم شروع کنن به اینکه زباله رو باید تفکیک کنن. خب این برنامه تلویزیونی آشپزی یکی از دلایل موفقیتش این بود که فقط نگاه به آشپزی نداشت، به ظروف قدیمی و کهن ایرانی داشت. من باور کن از خیلی از مؤسسات ظرفا رو قرض می‌گرفتم، نشون می‌دادم، گفتم ببینید این نقوش نشانه خورشیده، این خورشید نشانه طلوع زندگی در آشپزی ایرانیه، یا سفره‌های قدیمی ایرانی رو از کلکسیونرها قرض می‌گرفتم تو تلویزیون توضیح می‌دادم اینجا خورشید چه معنی داره، اینجا غروب چه معنی داره، و هر کدوم یه معنی داره. همش شکرگزاری، همش احترام به غذا، همش احترام به زمین، همش نکات کلیدی و رازهای عجیبی بین ما و کهنمون هست که ما باید به زمین احترام بذاریم، به طبیعت احترام بذاریم، به خورشید احترام بذاریم، به ماه احترام بذاریم، به سفره احترام بذاریم، به پدر مادر، به همه، به مورچه، به کرم، اون کرمی که ما روش نشستیم زیر خاکه، به اونم باید احترام بذاریم. اینجوری نیست که شما سفرت رو پهن کنی بشینی بخوری و بریزی و بپاشی و بری. این چیزهایی بود که خب من هم خیلی خوب یاد گرفتم با تمام وجودم و هم خیلی سعی کردم که اینا رو در تلویزیون بگم که آقا وقتی شما میرین مثلا فاضلابتون رو نباید تو دریا بریزین، نمیدونم باید ما دیر یا زود سیستم فاضلاب داشته باشیم، معنی نداره تو این قرن ما آب آلوده کنیم، دریا رو آلوده کنیم، رودخونه رو آلوده کنیم. خیلی حرفای دیگه در مورد گور ایرانی، در مورد نمیدونم لاک پشت ها، دلفین ها، روی خیلی پروژه ها موفق عمل کردیم. من به عنوان یک ایرانی به سهم خودم و از طرف تعداد افراد زیادی که من هم عقیده هم باید ازت تشکر بکنم. این هم بگم امیر حسین، اگه من پول گرفتم برای این همشو برای خودم بر نداشتم. بخشش همه میدونن، بخشش خیلی جدی هزینه شد برای مسائل زیست محیطی کاملا، از دوربین های تله‌ای، نمیدونم باتری، مواد غذایی برای گروه های تحقیقاتی در زمینه مسائل زیست محیطی، یا اینکه برای کودکان به خصوص در زمینه آموزش هزینه شده. اگه من برای دنت عکسمو بردم روی بیلبورد، بخش زیادی از این پول برای من خرج نشده، برای خودم و مردم خرج شده که مردم منو نگهداری کردن. میدونی من نمیتونم وقتی مردم منو در شهرت نگه میدارن، در قدرت نگه میدارن، حامی منن، منو دوست دارن، من براش اون چیزی، اون این پول مال من نیست. میدونی من باید سهم مردمم بهشون بدم، و سهم مردم در قالب کمک به کودکان و آموزش و پرورش کودکان و خانم‌هایی که در واقع رأس هرم بودن و باید درآمدزایی می‌کردن، کلی سیستم‌های آموزشی براشون ساختیم که اونا رو بفرستیم سر کار، رو پای خودشون بایستن، سرپرست خانوار خودشون باشن و
خیلی چیزای جالبی بهشون، فصل‌های مختلف ها. مثلا یه تیم آموزش دادیم برن آشپزی ایتالیایی تو رستوران‌های ایتالیایی وایسن کار کنن، پیتزا زن باشن، پاستا زن باشن، نمیدونم غذاهای ایرانی بهشون درس دادیم، رفتن الان بعضی هاشون دیگه جواب منم نمیدن که وضعشون خوبه. میخوام بهت بگم که اگه من مردم منو به مثلا میگن آقای سامانه گویی تو دنت قرمه سبزی میریزه، مهم نیست، اون یه شوخیه که مردم با من میکنن. مردم میدونن بخشی از این پول برای یوز ایرانی، برای نمیدونم گوره خر ایرانی، برای نمیدونم دریا، ماهی، کوسه، برای هر موجودی که در خطر بوده یا بچه‌ای که در خطر بوده هزینه شده براش. این که شما از تخصصت، از هنرت پول در بیاری، این طبیعی ترین اتفاقه. ولی این که شما به چیزی فراتر از خودت متعهدی، این بزرگواری و توسعه یافتگی این سهم مردم بوده از محبتی که به من کردن. همین یه واقعیت. ما داشتیم در مورد زمانی صحبت میکردیم که واقعا شاید بچه‌هایی که الان با ما همراه میشن نمیدونن که ما الان اگر اینترنت و اینستاگرام و چه میدونم پادکست و اینا هستش، یه زمانی دو تا کانال تلویزیونی بوده، بعدن شده بوده سه تا و تفریح و سرگرمی بخش بزرگی از جامعه، بخش خیلی بزرگی از جامعه همین چند تا کانال تلویزیونی بوده و تاثیرگذاریشون اونجا که داشتی میگفتی مثلا من وقتی داشتم برنامه میساختم باید کسی که لب مرز زندگی میکنن، تو مناطق محروم زندگی میکنن، کسی که تو بهترین جای تهران زندگی میکنه، همه میشستن همین چند تا کانال تلویزیونی رو میدیدن دیگه. تو از اون نسل اومدی تا اینجا داری همچنان درخشان ادامه میدی. و سوالی که دارم میدونی چیه؟ توی دورانی که بمبارون اطلاعات، تصاویر، ویدیو، ما همه جوره احاطه شدیم، داریم غرق میشیم تو این فضا، یکی از مشهورترین رسته های تولید محتوا آشپزی و بلاگری غذا است. بله. و توی که از اون موقع تا الان همشنان هستی، این اصلا این سفره رو چطوری این گذر زمان اصلا انگار چند قرن گذشته، ولی موضوع مالی مثلا از 20 سال پیش تا الانه، 35 سال پیش، 30 سال پیش. میگم اون موقع هم همچنان آدم ها فقط تلویزیون نگاه میکردن. باور نمی کنی من میرفتم مهمونی، اولین کاری که میکردم این بود که میپرسیدم از صاحبخونه شما کتاب آشپزی دارین؟ بعد میگفت مثلا آره داریم، مثلا مال دختر خالم بوده، رفته از ایران داده به من. من دیگه تمام مهمونیم این بود که روم کتابه رو بخونم، چون کسی کتاب مثلا آشپزی حکم یک چیز مقدسی رو داشت که کسی به تو نمیداد، بعد کلی التماس میگردی که یک کتاب بدونن تو ازش اطلاعات در بیاری و بتونی درس بدی. و همین عقده باعث شد که من بزرگترین کتابخونه آشپزی الان ایران رو داشته باشم تو زمینه آشپزی. بعد یه روز بیان کتابخونه هم ببینیم. حتما خواستم. منحصر به فرد واقعا. من از تمام دنیا کتاب جمع آوری کردم. و یه آرشیوی جامع، یعنی شما الان مثلا میگی من میگرن دارم، میری تو بخش میگرن تو کتابخونه من درسای آشپزی میگرن رو پیدا میکنی، میری نمیدونم کمخونی داری، دیابت داری، هر چی. و این تازه بخش پزشکیشه. مثلا بخش فانتزی با کودکان، بخش آموزش با کودکان، بخش تغذیه کودکان زیر 6 سال، 6 ماه، بالای 6 ماه، اینا همه کاتگوریه. تاریخ آشپزی ژاپن، تاریخ آشپزی اسپانیا، تاریخ آشپزی گرجستان، یعنی تا هر چیزی که فکر میکردم برای آینده و خودم ترس از نداشتنشو داشتم، جمع‌آوری کردم که اگر یه روزی کسی نیاز به این آرشیو و مطالعه داشت بتونه از این کتابخونه استفاده کنه. واقعا اینو برای خودم جمع‌آوری نکردم، برای کسایی که عاشق آشپزی بودن و نیاز به مطالعه داشتن. و من همیشه فکر میکردم که اگه مثل من بشن، یک برای یک کتاب در به در بشن، خب چه کاریه؟ میتونی یک کتابخونه درست کنی همه عاشقای آشپزی بیان ازش استفاده کنن. میدونی که برای ردم یه کتابخونه بزرگ ساختم دیگه، برای بچه های کمتوان. من اولین کسی بودم که به بچه های کمتوان، ما یاد گرفتیم بیم کمتوان ولی معلول، کسی که مشکلات دست و پا دارن، من قول دادم 11 نفر رو آشپز کنم و بهشون در مؤسسه رد آشپزی یاد دادم و بهشون یه کتابخونه ساختم.
اینم نکته جالبی که بدونی برای اولین بار چند تا معلول آشپزی حرفه‌ای یاد گرفتم. کم توان هر جا میتونی تاثیرگذار باشی. همه تو با لبخند اینم از رامبد جوان تو خندوانه داشتیم، گفت یه قول به مردم بده، منم گفتم یه کار سخت، یعنی یه کاری بکنم که هم جالب باشه هم برای خودم جالب باشه. گفتم من 11 نفر بچه کم توان و آموزش آشپزی حرفه‌ای بهشون. خیلی مزه میده داریم گپ میزنیم. خیلی من مطمئنم که اصلا کمبرای اونا خیلی بهشون خوش گذشته. واقعا من که تمام عددش هم لبخند میزدم. نمیدونم وقتی خیلی خوش میگذره زمان از دستمون در میره. اینجا که میرسیم معمولا ما از مهمونامون کادو میگیریم. ما هم کادو ما هم همون از جنس کاری که رامبد انجام داده، ولی از این باب که سعی میکنیم از این فرصت گفتگو استفاده بکنیم و اگه قرار باشه حاصل این حضور در اجتماع، این همه سال مداومت توی کاری که انجام دادی، این همه چیزی که یاد گرفتی، تجربیات فوق‌العاده‌ای که الان داشتی بهش اشاره می‌کردی، واقعا اگه قرار باشه اینا رو مثلا یه چیزیشو انتخاب بکنی کادو بدی به یه نفر بگی اینو داشته باش برات اتفاقای خوبی میفته، این کادوها رو می‌خوایم ازت بگیری. ببینه امیر حسین، من 30 سال پیش وقتی از دل تلویزیون می اومدم بیرون، همکاران به شوخی بهم گفتن خانم گلریز خدافظ، اینقدر براشون خنده دار بود که مرد آشپزی کنه در تلویزیون. ما داریم در مورد یه دوره‌ای صحبت میکنیم که آر بود بگی آشپزم. آره. و الان در دوره زن و من خیلی چیزا رو تعامل کردم، خیلی حرفا، خیلی شوخی ها، خیلی نمیدونم شوخی های حتی تلویزیون رادیو اینا رو تعامل کردم، ولی به یه بلوغی رسیدم که این شوخی ها و این چیزا هدف منو داره هی چیزتر میکنه، جدیتر میکنه، که آقا یه روزی همین مردم که مثلا شوخی میکنم یا خانم گلریز یا نه آشپز فلان اینجوری یا خانم گلریز برای ما اینو درست کن و فلان اینا، یه روزی از من تو خیابون برسن بچه‌مون برای اینکه بخواد بره کانادا کجا آشپزی بخونه، بچه‌مون برای اینکه بخواد مثلا وارد یه حرفه بشه کجا بفرستمش بره دوره قنادی و نوبه. من منتظر این روز بودم. من انقدر با ایمان تو کار خودم موندم که انقدر عاشق کارم بودم که به مردم میگم آقا این یه حرفه بزرگه و با افتخار میرید خواستگاری بگید من آشپزم. و این اتفاق امروز میفته وقتی طرف میره بگه آقا من چیکارم، میگه من شفم. و خیلی خوشحالم برای این نسلی که اینقدر آشپزی رو دوست داره، اینقدر دارن توی اینستاگرام کار میکنن، اینقدر فضا دارن خودشون رو نشون بدن و بهشون افتخار میکنم و به جوانایی که این همه چیزهای خوب یاد گرفتن و خودشون هم استادای بزرگن، باید بهشون افتخار بکنیم. ما چه در داخل ایران چه خارج از ایران ایرانیایی رو داریم که الان برای خودشون خدایان آشپزی هست و باید بهشون افتخار کنیم. من میخوام بعدش پاشم یه بغلت بکنم. آها من هدیه چی میدم؟ آها من داشتم از این باره هدیه بوده. در میرم. این برای ما هدیه بوده. ما اگر شما فضایی داشته باشید، خب چه حالا چه در زمینه، اگر برنامه محیط زیستی داشتید برای پاکسازی جایی، برای هزینه کردن توی بهبود منطقه، چون الان ما یه پروژه‌ای هم داریم، یه منطقه رو ارتقا میدیم که از منطقه در واقع شکار ممنوع به منطقه 100% حفاظت شده برسه، خیلی داریم تلاش میکنیم. اگه شما هم جایی داشته باشید که نیاز به سرمایه گذاری داشته باشید، نیاز به تبلیغ داشته باشید، به حضور داشته باشه، چه در زمین محیط زیستی و از همه مهمتر این که اگر کسایی هستن که سرپرست خانوار هستن و دنبال کار میگردن، شغل ندارن، یه جایی رو براشون مشخص کنیم. من به 50 نفر درس بدم طوری که اون 50 نفر فردا صبحش با اوقای بالا سر کار برن. این کادوه من. آمادگی اینو نداشتم. من احساس کردم کادومونو از اون جنسی که میخواستیم گرفتیم، این امروش میریم واسه اینکه انجامش بدیم. و من داشتم ازت قول میگرفتم، خواستم قول بگیرم پاشم بغلت بکنم ازت تشکر بکنم، یا اینم گرفتیم. این که من آقایی که داره این حرفا رو به من میزنه، خیلی توی سلامتی من، خیلی توی پایداری من،
خیلی تو ورزش من کمک کرده و انقدر همیشه دوست خوب بوده. یه کاری هم کرد، اینم بگم که یادم نمیره، عباس امیر اسم پسره چی بود؟ عباس بود که که توی شمال یه نابغه آشازی بود پسر بچه، تو آوردیش به من معرفیش کردی، گفتی این آرزوش با تو عکس بگیره، براش کتاب امضا کردیم، دادیم باش عکس گرفتیم، حتی تو اینستاگرام هم یادم 7-8 سال پیش معرفیش کردیم، چون این بچه با استعداد و بامزه بود و خلاصه ما از تو خیلی چیزای خوب دیدیم و هنوزم میبینیم و حمایتت از مسائل محیط زیستی و جوانان خیلی چیز مهمیه. من به همه شما افتخار میکنم. مرسی. ممنون از دعوتت. مرسی. خب حامی این اپیزود دیجی اسایل مرجع بزرگ و معتبر کالای مرتبط با فشن و ورزشه. شما میتونید از لباسا و کفشای ترند تا لوازم ورزشی رو همه رو اونجا پیدا بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم که بین بشه سر بزنین، حتما حالتون خوب میشه.